بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا و مقتدای ما، ای ولی امر ما آقا بقیت الله العظم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و امیدوارم که زحمات این بنده حقیر و مجموعه شبکه امام حسین علیه السلام، مجموعه پرسنل شبکه امام حسین علیه السلام مورد توجه خاص حضرت عالی قرار بگیره و انشاءالله ما رو در مسیری که پیش رو گرفتیم و همون مسیر بیان معرفت خاندان اهل بیت عصمت و طهارت هست، ما رو کمک بکنید و دست ما رو بگیرید و آن لحظه ما رو به خودمون وا نگذارید. بعد از سلام خدمت آقا بقیت الله العظم که ولی نعمتمون هستن، عرض سلامی دارم خالصانه گرم و کربلایی از کربلای معلا کنار حرم آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، خدمت همه شما عزیزان حسین دوست و کربلایی، همه شما عزیزانی که الان بیننده شبکه امام حسین هستید، شبکه‌ای که از کربلای معلا داره برنامه‌های خودش رو تهیه می‌کنه و بالاخص برنامه سرزمین عشق رو به صورت زنده خدمت شما تقدیم میکنه. در فضایی که همکنون در اون نفس میکشیم، فضای کربلای معلا، تا چندی پیش بیش از 10 میلیون زائر آقای امام حسین علیه السلام برای زیارت آقای امام حسین علیه السلام به کربلا اومده بودن و مشرف شده بودن. اگر اجازه بدید در این فاصله شما رو تنها بذارم با فضای ملکوتی و مقدس و روحانی کربلا و تصاویری که دوستان ما برای شما تهیه کردند، تا ببینید برای اون دسته از دوستانی که ایام اربعین نتونستن مشرف بشن هم مجدداً تجدید میثاقی باشه با آقا امام حسین علیه السلام و بعدش انشاءالله برنامه رو ادامه بدیم. تصاویری که دیدید تصاویری از زاویه آسمان شهر مقدس کربلا و حرم آقای امام حسین علیه السلام و آقای ابوالفضل عباس علیه السلام بود که البته
تصاویر زنده حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام مقدار دیر به دستمون رسید متاسفانه، ولی که همون مقداری هم که اون دوستان و عزیزانی که مشرف نشدن کربلا حداقل به همین اندازه چشمشون به ذریح آقا ابوالفضل عباس علیه السلام نورانی بشه. حقیقتا زیارت این بزرگواران آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و شهدای کربلا آرزوی هر عاشقی است تا بیاد اینجا و سر به سایه عتبه و درگاه آقا امام حسین علیه السلام و به این ترتیب خودش رو بیشتر نزدیک بکنه به خداوند عزوجل. از همینجا دعا میکنیم خداوند برات زیارت کربلا و زیارت آقا امام حسین علیه السلام رو به تک تک عزیزانی که تا الان مشرف نشدن کربلا بده و اون دوستان و بزرگوارانی که بارها و بارها مشرف شدن خدا قسمتشون بکنه باز هم بتونن خودشون مشرف بشن و یا اینکه انشالله افرادی بتونن دست دیگران رو بگیرن و تشویق بکنن سایرین رو که مشرف نشدن تا بتونن به کربلای امام حسین علیه السلام بیان و از نزدیک زیارت بکنن سید و سالار شهیدان رو. برنامه سرزمین عشق همونطور که مستحضر هستید این شبها در موضوع و درباره بحث احب الاعمال و ابغض الاعمال، دوست داشتنی ترین اعمال و بدترین اعمال نزد خداوند عزوجل بحث میکنه و در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد قائم فرد هستیم. امشب هم در خدمت ایشون هستیم. بنده زیاد صحبت نمی کنم، فقط دوست داشتم بودید اینجا و فضای کربلا رو و فضای حرم آقای امام حسین علیه السلام رو خودتون اینجا استنشاق میکردید. به هر حال عرض سلام میکنیم خدمت کارشناس محترم و بقیه صحبت ها رو انشالله از زبان گویا و شیوه ایشون خواهیم شنید. آقا عرض سلام و ادب بنده رو پذیرا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم اولا به محضر پاک و مقدس آقا و مولای عالمیان ولی نعمتمان حضرت بقیت الله العظم امام منتظر ارواحنا فداه و بعدا هم عرض سلام و عرض ادب دارم به محضر مقدس همه دوستان شیعیان ارادتمندان آقا سید الشهدا در سر تا سر این عالم خاکی. امیدواریم که ما بتونیم اینجا انجام وظیفه کنیم و به نیابت همه شما خوبان، همه شما عاشقان و دلسوختگان بر مصائب سید الشهدا اینجا به نیابت شما زیارتی بخوانیم و دعاگوی همه شما عزیزان و سروران باشیم انشاءالله. جان اگر اجازه بفرمایی سلامی هم ایستاده بده خدمت آقا حسین هستم وسط بلفز و بعد انشاءالله وارد بحث برم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبد الله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. السلام عليك وعلى آبائك وأجدادك الطاهرين. السلام عليك وعلى أبنائك المظلومين المعصومين. السلام عليك وعلى المستشهدين في نصرتك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين
السلام عليك يا قمر العشيرة، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلا، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليك وعلى آبائك، السلام عليك وعلى أمك أم البنين، السلام عليك وعلى أولادك وضراريك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. افتخار داشتیم و داریم و دعا میکنیم که انشالله این افتخار از ما سلب نشه که در ایام محرم و صفر نوکری اهل بیت عصمت و طهارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و شهدای کربلا رو کردیم و خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تصاویری رو از کربلای معلا و عزاداری و بیان معارف اهل بیت عصمت و طهارت در شیوه ها و انواع های مختلف تقدیم کردیم. این شبکه به عنوان دانشگاهی در سرتاسر کره زمین سعی بر اون داره تا معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت رو به جهان مخابره بکنه. خداوند بزرگ و منان رو شاکریم از اینکه به ما این توفیق رو داد و البته شما خوبان، شما عزیزان و سروران هم در حق ما کوتاهی نکردید. پیام ها و نامه های شما عزیزان به دست ما میرسه. تشکرهایی که عزیزان کردن از برنامه های مختلف حقیقتا تماما لطف اهل بیت عصمت و طهارت بوده که ما رو در این مسیر قرار داده و به ما توفیق داده تا بتونیم خدمت اونها رو انجام بدیم. فقط خواستم از اینجا و از برنامه سرزمین عشق این پیام رو خدمت تک تک شما دوستان و عزیزان اعلام بکنم که ما هم از شما متشکر و سپاسگزاریم از اینکه بیننده شبکه خودتون شبکه امام حسین علیه السلام هستید و از شما درخواست میکنم تا انشالله ارتباطتون رو همچنان با شبکه خودتون شبکه امام حسین علیه السلام حفظ بکنید تا این ارتباط دو طرفه بتونه در افزایش معرفت هرچه بیشتر شیعیان جهان انشالله تأثیر مثبتی رو بگذاره. بحث ما بحث بهترین اعمال و مبغوظترین اعمال هستش نزد خداوند عزوجل و طبق رسمی که در این شبها در خدمت جناب حجت الاسلام و مستنین سید محمد قائم فر بودیم، قبل اینکه بحث برنامه رو شروع بکنیم توسلی هم میکردیم خدمت آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. این برنامه هم مستثنی نیست از برنامه های دیگه و انشالله استفاده خواهیم کرد از صدای گرم کارشناس محترم در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. تا در حریم قرب، تا در حریم قرب تو یابم راهی، آتشی زن که براید ز وجودم آهی. امام زمان سفر از خیش نگردم که رهم دور افتاد،
ورنه تا کعبه وصل تو نباشد راهی. مولا جان تو به یک کاه دو صد کوه گناه می بخشی، تو به یک کاه دو صد کوه گناه می بخشی، من بیچاره چه سازم چه ندارم کاهی. مولای من گر شود عمر شبی، با تو امان شب گذرد، صبح فریاد برارم چه شب کوتاهی. مولای من دل هر جایی و آلوده و بیمار مرا، نیست جز خاک شهیدان تو درمانگاهی. به جز از تو که کشد ناز گنهکاران را، نشنیدم که کشد ناز گدایی شاهی. آقا جان هر طرف روی نهد، روی تو بیند میسم، آسمان دل او جز تو ندارد، ماهی آسمان دل او جز تو ندارد، ماهی. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. ممنون و متشکر، خدا حفظتون بکنه. حقیقتا با ذکر توسلی که جناب عالی میخونید با صدای گرمتون، بنده خودم به شخص احساس میکنم که واقعا آقا بقیت الله الاعظم در جلوی من نشسته و حسن زن نشد، یعنی دلم احساس میکنه که دارم با آقا صحبت میکنم. حالا به این صورت، به این اعتبار بگم، هرچند آقا همواره به ما نظر دارند و این ما ایم که به خاطر دیده گناهکار خودمون محرومیم از دیدن روی ماه یوسف زهرا. حتی آقا بحثمون بحث احب الاعمال و ابغض الاعمال هست. شما خودتون بالاخره استاد هستید و ما هم بهره میبریم و حقیقتا مطالبی که بیان فرمودید، بالاخص اون مطلبی که دیشب در مورد بحث زبان و نگهداری زبان هم بیان فرمودید، مبحث بسیار بسیار حائز اهمیتی بود، چرا که بسیاری از فتنه ها، بسیاری از مشکلات از همین 150 گرم عضو بدن انسان، زبان سرخ میدهد سر سبز برباد، از همین زبان ناشی میشه و بسیار از فتنه ها از همین زبان شعله ور میشه و شروع میشه. انشاءالله که خداوند به ما کمک بکنه زبان خودمون رو جز در مسیر بیان حق نگردانیم. بعد از اینکه در مورد بحث در مورد زبان شد و تکمیل شد، اونطور که از بیانات جناب عالی مشخص است که هر شب یک بحث رو از بحث هایی که در مورد بهترین اعمال هست برای بینندگان عزیز بیان میفرمایید، امشب انشالله کدوم بحث رو مد نظر داری تا ما استفاده بکنیم و در خدمت باشیم؟ عرض کنم که شبایی گذشته اشاره کردیم به این که
هر حدیثی رو در باب احب الاعمال ما عرض میکنیم، مفهوم این حدیث مشخص میکند که بدترین عمل کدام عمله. دیشب هم اول بحث اشاره کردیم و هم در بین صحبتامون باز این مطلب اشاره شد که اگر در کلام پیغمبر اکرم هست که احب الاعمال الالله تعالی حفظ اللسان، مفهوم این کلام اینه که مبغوزترین اعمال نزد خدای متعال کنترل نکردن و حفظ نکردن زبان. ما دیشب عرض کردیم که در رساله حقوق برای زبان ما حقهای رو زین العابدین سلام الله علیه شمردن. خب اگر این حقها رو ما رعایت نکنیم، یعنی وظیفمون رو در باب زبان عمل نکنیم، حضرت فرموده بودن که حق اللسان اکرامه عن الخنا، حق زبان اکرام داشتن زبان از حرف زشت بد یا فحشه. خب مسلمه که بدترین عمل فحش دادنه، که روایت هم داریم که خدای متعال بهشت رو بر هر آدم فحاشی حرام کرده. متاسفانه گاهی آدم میبینه تو زندگی‌های مردم که خلق الله اصلا رعایت این مسئله رو نمی‌کنن، زبونشون دائما به فحش و حرف زشت آلوده است. ببخشید عذر می‌خوام، بین فرماشون معذرت می‌خوام قطع می‌کنم، این فحاشی کردن لزوما نیاز نداره که شخص مخاطب دقیقا روبروی اون طرف باشه و اون صحبت رو بگه. ممکنه شخص پشت خدای نکرده، خدای نکرده زبونم دار پشت سر کسی شروع بکنه به فحاشی و نسبت‌های بد و ناروا نسبت داره، حالا چه در جمع دیگر چه بین با خودش مثلا به کسی شده. این هم باید شخص جلوش رو بگیره و سعی بکنه حالا که این پشت سر حرف زدن یا اگر حرفی باشد که در طرف اصلا موجود نباشد، یا مشتمل بر غیبت یا گاهی مشتمل بر تهمت هم هست، خدا انشالله به ما کمک کنه که زبونمون رو واقعا کنترل کنیم و انشالله در مسیری که رضایت حقه انشالله زبان ما حرکت کنه. حدیث امشب اینه که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته سوال شد که یا رسول الله ای الاعمال ابغض الی الله تعالی، بله، مبغوزترین، منفورترین، بدترین عمل نزد خدای متعال چیست؟ پیغمبر اکرم در این کلام مبارک به سه مورد اشاره کردن که حالا هر مقدارش رو رسیدیم امشب عرض میکنیم. مورد اول، پیغمبر اکرم فرمود الشرک بالله، شرک برای خدای متعال داشتن و شریک برای خدا قرار دادن. ثم ماوا، بعد راوی سوال کرد بعد از شرک به خدا، پیغمبر اکرم فرمود قطیعت الرحم، قطع رحم کردن. ثم مازا، راوی باز ادامه داد که بعد از شرک به خدا و قطع رحم چه عملی بدترین عمل و مبغوزترین عمله؟ پیغمبر اکرم فرمود الامر بالمنکر و نهی عن المعروف. در بحث اول شرک به خدا که ما صریح آیه قرآن است که در کلمات حضرت لقمان و پندها و نصایحی که جناب لقمان به پسرشون فرمودن، این آیه رو داریم که حضرت لقمان به پسرشون گفتن که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شرک به خدا نیار که شرک به خدا گناهی است بس عظیم و بزرگ. آقایان علمای ما با توجه به روایات اومدن شرک را دو قسمتش کردن، یکی شرک جلی است و یکی هم شرک خفی. شرک جلی اینه که ما برای خدا شریک قائل باشیم، نستجیر بالله که ما به لطف خدا، به عنایات حضرات اهل البیت، مخصوصا ارباب مناصید شهدا، تو این وادی
نه من و نه شما و نه هیچ کدام از بینندگان حضوری ندارند. ما هممون قائل به وحدانیت خدا هستیم و هر روز و هر شب چند بار میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. پس به این اعتقاد داریم که خدای وحده لا شریک له رو میپرستیم. در بحث شرک نداشتن به خدا، خب آدم باید در جهت مقابل و در جبهه مقابلش حرکت کند که اون به اعتقاد به وحدانیت خداست، بحث توحید و امر خداشناسی. حضرات مستحضرن که ما دو تا مطلب رو داریم، یکی بحث خدا پرستیه، یکی بحث خدا شناسیه. ماها هممون در امر خداشناسی شاید یه مقداری کسری داشته باشیم، در امر خدا پرستی نه. ما هممون اهل نمازیم، همه اهل روزه هستیم، همه حج مشرف میشن، کارای خیر میکنن، اعمال واجب و مستحب رو همه دارن انجام میدن، از محرمات، از گناهان بزرگ دارن پرهیز میکنن، حتی بعضی هستن از مکروهات هم دوری میکنن برای اینکه تو گرداب محرمات نیفتن. که روایت هم داریم از حضرت صاحب العم صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله فرجه سوال شده که ظاهرن شیخ مفید سوال کردن چکار کنیم در انجام واجبات و ترک محرمات مقید باشیم. حضرت در توقیع جواب فرمودن که به مستحبات رو بیارید و از ترک مکروهات خودداری کنید. این برای رسیدن به اون پله آخر که همه واجبات الهی رو من انجام بدم، سزاوار از مستحبات غافل نباشم. حالا آیون میگن ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، اگر نمیتونیم همه مستحبات رو انجام بدیم که شاید از حیطه قدرت بشر هم انجام همه مستحبات خارج باشه، این کار کار حجت بالغه حق است که اون بحثش جداست. عرض کنم ولی اون مقدار رو که من میتونم، ببینید مثلا ما میگیم تمام مستحبات 100 مورده، من اگر نتونم 100 مورد رو انجام بدم، 50 موردشو، 70 موردشو، 40 موردشو، اون مقداری که در حد توانم هست سعی کنم انجام بدم. خیلی از مستحباتم خیلی ساده، آسان، راحت و روانه. مثلا در امر نماز، حالا که میخوام نماز بخونم فقط به یه وضو و یه نماز تنها اکتفا نکنم، اذان بگم، اقامه بگم، نمازم رو با مستحباتش مثلا در هر قسمتی تکبیر بگم، توی رکوع و سجده ذکر صلوات با عجل فرجهم ولعن عدوهم داشته باشم، یا اون چی که حضرات اهل البیت در امر نماز دستورن که یه روایت مفصلی در ظاهرن اگر جلدشو اشتباه نگم جلد چهارم از کتاب وسائل الشیعه شیخ العاملی رضوان الله تعالی علیه که مرحوم شیخ حدیثی را از جناب حماد از قول امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کنند که آقای حماد محضر امام صادق رسیده، صحبت امر نماز شده، بعد اجازه خواست که آقا من اجازه دارم دو رکعت نماز مقابل شما بخونم، حضرت بهش اجازه دادن، دو رکعت نماز خوند، بعد به امام صادق گفت آقا چطور بود؟ حضرت فرمود قشنگ نماز نخوند، زیبا نماز نخوند. گفت آقا من بهتر از این بلد نیستم، شما که امام جامعه هستید دو رکعت نماز بخونید، نماز قشنگ خوندن رو به من یاد بدید. و حضرت صادق سلام الله علیه پا شدند و متوجه قبله شدند و آیه حماد گزارش نماز امام صادق رو میگه که امام صادق چگونه نماز خوندند. مثلا یه بخشش اینه که حضرت دست مبارکشون آوردن بالا تا کنار گوششون، فرمودن الله اکبر، برگردوندن دستشون کاملا روی ران زانو گذاشتن،
آقای حماد میگد از وقتی امام صادق تکبیر گفتن تا وقتی حضرت میخواستن برن به رکوع دست حضرت کعنه به پای حضرت چسبیده بود، دستشون حرکت نکرد. آقای حماد میگد نگاه به چشمای امام صادق کردندن فقط به محل سجده دوخته شده، به هیچ جا حضرت نگاه نمی کنه. قرائتشون رو با تمنی کامل خوندن، به حد رکوع که رسیدن حضرت دستشون آوردن بالا فرمودن الله اکبر، خم شدن تو رکوع. تو رکوع سه مرتبه فرمود سبحان ربی العظیم و بحمده، بلند شدن سمع الله لمن حمده، دوباره دست اومد بالا الله اکبر، رفتن سجده. تو هر سجده ایم حضرت سه بار فرمود سبحان ربی الاعلا و بحمده، بلند شدن حضرت فرمودن الله اکبر، نشستن تکیهشون رو پای چپ انداختن که اینا همش جزء مستحبات در امر نمازه، دوباره فرمودن الله اکبر سجده دوم و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول. بعد که سلام تموم شد، سلام نماز رو گفتن، امام صادق فرمودن حماد نمازی که خدا بپسنده این نماز. بعد این جمله رو فرمودن که این شاید یه مقداری برای شنوندگان محترم به تعبیر ما مسئولیت آور باشه، چون تا چیزی رو نشنیده ولی وقتی شنید دیگه حجت برش تمام میشه، حالا ولو از طریق این شبکه یا هر جایی. شما گاهی تو تلفن دارید که صحبتی میکنید، طرف یه حرفی میزند، با اون حرف حجت برای شما تمام میشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود چقدر زشته آدمی 60 یا 70 سال نماز بخواند، حدود و شرایط نمازش رو رعایت نکنه. به تعبیر من حضرت فرمود چقدر زشت آدم 60-70 سال نماز بخونند ولی نماز قشنگ نخونه. ما که قشنگی در همه ابعاد زندگیمون رخنه کرده، چرا این یا حسین رو اینجا گذاشتن؟ میخوان این فضا قشنگ جلوه داده بشه، نشون داده بشه. چرا از اینجا گاهی که من یا شما صحبت میکنیم نمای حضرت گنبد حضرت سید الشهدا یا گنبد حضرت ابوالفضل رو نشون میدن؟ میخوان فیلمشون، برنامهشون قشنگ بشه. در لباس پوشیدن، در امر خونه، در امر ماشین، یه وقت یه بهترین، عالیترین، کاملترین یه ماشین برای شما بیارن، شما میگید رنگش رو دوست ندارم، نمیپسندن. یعنی ماشینی که ما سوار میشیم باید قشنگ باشه. فرش زیر پامون، نقاشی است مثلا سقف منزلمون، دکوراسیون منزلمون. چرا بعضی از آیون کسبه یه خرج سنگینی برای دکوراسیون مغازشون میکنن؟ چون جذب میکند مشتری را. دکوراسیون وقتی قشنگ باشه مشتری اصلا لذت میبره از این مغازه خرید کنه. خب حالا که ما در همه امور زندگیمون قشنگی رخنه کرده، چرا اخلاقمون قشنگ نیست؟ و من گاهی به رفقا هم میگم، به جوونا، که چرا عبادتمون قشنگ نیست؟ من الان لباس مشکی پوشیدم، اگه از من سوال کنن چرا، میگم زیباترین، قشنگترین لباس برای ایام عزا رنگ مشکیه. یه جوانی ممکنه با یه تیپ خاصی بیرون بیاد، چرا؟ آرایش موی سرش مثلا، آرایش صورتش، لباسش. بعضیا لباس خیلی تنگ و چسبان مثلا میپوشن، شلوار کذایی فلان، چرا؟ این جوان میخواد قشنگ خودشو جلوه بده. چرا ما که قشنگی در همه موارد زندگیمون هست، خانما از آشپزخونه که غذا میکشن تا سر سفره دیدیم که سفرهشون رو تزیین میکنن، برنجشون رو با زعفرون مثلا یا زرشک تزیین میکنن، با اینکه از آشپزخونه تا سفره که این غذا مصرف میشه 5-6 دقیقه 10 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، ولی میخوان قشنگ باشه، سفرهشون قشنگ باشه، وسیله پذیراییشون قشنگ باشه. خب حالا اینا تا یه مقدارش هم مجوز شرعی براش هست، درست؟ تا به حد تجمل گرایی نرسه، اسلام من باش خیلی مخالفتی
نداره. ولی سوال ما اینه، ما که همه گوشه گوشه زندگیمون رو درش قشنگی هست و لحاظ میکنیم، چرا عبادتمون قشنگ هست؟ چرا اخلاقمون اخلاق قشنگی نیست؟ چرا رفتار مثلا یه جوان با پدرش، چرا رفتار یه جوان با مادرش، چرا رفتار یه زن با شوهرش، رفتار زن با شوهر و شوهر با زنش چرا قشنگ نیست؟ چرا یه مشتری در مغازه کاسب میاد، رفتار این مشتری و کاسب با هم قشنگ نباشه؟ خب قشنگی در همه زندگی ما هست. صحبت اینه که ما نمازمون، عبادتمون، ارتباطمون با خالقمون باید قشنگ باشه. ما در کتابای اخلاقی که از علما و بزرگان شیعه نوشته شده بود، مثلا شرح حال بعضی از علما رو میبینیم که بعضی علما در نماز شبشون خیلی دقت میکردن، لباس میپوشتن، لباس رسمی، نه با همون لباس راحتی منزل، نه. در احوالی که از علما نقل کردن که شب که میخواستن نماز شب بخونن، حتی امامه سرشون میگذاشتن، سر آینه میستادن، محاسنشون رو شونه میزدن، جوراب میپوشتن، لباس خیلی رسمی. الان میخواد بره تو کوچه توی محول رسمی، خانواده ایشون میگه آقا اصل نماز شب مستحبه. این همه زحمت، میگن سزاوار آدمی که میخواد مقابل خدا بایسته قشنگ نماز بخونه. بیاین امشب جوانا مخصوصا و همه شیعیان، همه دوستان اهل البیت مخصوصا آقا سید الشهدا، این حرف امشب از امام حسین، از اهل البیت بشنوم. کاری به من نداشته باشن، حرف مال من نیست. امام صادق میگن چقدر زشت آدمی 60 یا 70 سال نماز بخوند نمازش قشنگ نباشه. الان اگر وجود مقدس حجت ابن الحسن ارواح و نافذه تشریف بیارن، من در مقابل امام زمان نماز بخونم، امام زمان چی میگن؟ آیا همون حرفی رو میزنن که امام صادق به حماد زدن و فرمودن قشنگ نماز نخوندی؟ یا نه، امام زمان من به من میگن نه باریکلا تو نمازت قشنگ نیست؟ کدوم یکی شد؟ یه کاری بکنیم عبادتمون قشنگ میشه، نمازمون قشنگ میشه. این وظیفه ماست. اجالتاً حالا در بحث خدا پرستی آقا ما مشکلی نداریم، خدا رو میپرستیم، در خدا پرستیمون هم کاملیم. من عرضم اینه که به همون مقدار خدا پرستی آدم باید خداشناسیش قشنگ باشه، که اتفاقاً در روایات اول بحث خدا پرست رو مطرح نکردن، اول بحث خداشناسیه. حدیث معروفی که از آقا و مولا سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه هست، در ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، روایت رو در برهان علامه بهرانی آوردن. عرض کنم که صاحب تفسیر نور الثقلین در تفسیر نور الثقلین، بقیه علما و بزرگان نقل کردند که امام حسین فرمود ایها الناس اتقوا الله جل ذکره ما خلق الله لعباد الا لیعرفوه. قدم اول خداشناسی، شناخت خداست. بعد فاذا عرفوه عبدوا، وقتی آدم خدا رو بشناسه بعد خدا رو عبادت کنه. ماها خدا رو عبادت میکنیم، خودم رو عرض میکنم، در حالی که خدا رو هم نمیشناسم. قدم اول خداشناسی. حالا خدا رو از کجا بشناسیم؟ از چه طریقی بشناسیم؟ روایت داریم که از آقا رسول اکرمه که خدا رو به واسطه خودش باید شناسیم. حالا در کتاب توحید شیخ صدوق مفصل روایت آمده که گاهی متاسفانه ما خدا رو از باب وهم و خیال خودمون میپرستیم. این غلطه. بله. چیزی رو برای خودمون درست کردیم به نام خدا، اون این غلطه. خدا رو باید شناخت. حدیث داریم که میفرماید هر آنچه که شما تصور بکنید از خداوند عزوجل در دقیق ترین و ظریف ترین و
عالی ترین شکل ممکن هم اگر تصور بکنید اون مخلوق ذهن شماست و اون خدا نیست. اون خدا نیست، درست. ما خدا رو باید بشناسیم آقا. حالا در بحث خداشناسی آیون علمای علم کلام رضوان الله علیهم اجمعین اومدن و گفتن خدا رو در پنج مقام بشناس. اول مقام ذات که البته راهیست بس مشکل و سخت. تو روایت هم هست که حضرات اهل البیت به ما گفتن که تفکروا فی صفات الله ولا تتفکروا فی ذات الله. ما فقط در باب ذات خدا دو تا کلمه رو بفهمیم که ذات مقدس حضرت حق جل و علا ذات قدیم است و حادث نیست و منزه از هر تشبیه. ما خدا رو خدای قدیم بدونیم. یعنی چه ذات خدا قدیمه؟ هر شیئی رو در این عالم وجود بتونیم ابتدا و انتها براش قائل بشیم و قرار بدیم میشه شیء حادث. این میز، من، حضرت عالی، این ساختمان، این زمین، این دنیا کلن و هر چه توی دنیاست اینا حادثه. یه روز این زمین نبوده بعد خلق شده، یا کل عالم رو میگیم. وقتی که پیغمبرم میگن، امام صادقم میگن که ما خدا رو عبادت میکردیم در حالی که نه آسمانی بود، نه زمینی، نه لوحی، نه قلمی، نه عرشی، چی توی این عالم نبود. پس معلومه اینا خلق شدن، اینا هم مخلوق خدا شدن. این حرم مطهر و بارگاه منور سید الشهدا یه روزی نبوده قبل از شهادت ابی عبدالله که اینجا ساخته نشده. بعد از شهادت امام حسین تو ساخته شده به این وضع در اومده. آقا بالاتر از همه اینا خود انوار مقدس معصومین علیهم السلام. حالا در بحث انوار مقدس حرف هست، اون حالا بحثش خیلی مفصل. در مقابل ذات خداوند که اونا حالا اجازه بدید این مسئول یه بحث بسیار مفصلیه. اگر ابتدایش رو عرض کردیم وقت باید تا آخر قصه رفت که خیلی ادامه طولانی محل حرفه. حالا ما خدا رو میگیم خدا اولیست که همونجور که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه فرمودن که بلا اولیت انقان قبله، قبل از خدا چیزی نبوده و خدا بوده و آخری است که بعدش هم چیزی نیست. خدا اول است، خدا آخره. اون وقتی که عرض کنم خدمت شما به این معنا برسیم که خدا قدیمه، اول و آخر ندارد، همیشه بوده است، همیشه هست و همیشه خواهد بود. غیر خدا اشیا همه میشن حادث. این مقام اول. مقام دوم خداشناسی در مقام صفات خداست. این خدایی رو که ما قائلیم ذاتش ذات قدیمه، عرض کنم یه سری صفاتی داره. بله. مثل قدرت، مثل علم، مثل حیات، مثل اراده و امثالهم، که این صفات هم عین ذات مقدس خدا قدیمن. یعنی از همون وقتی که خدا در این عالم بوده قدرت هم در ذات خدا بوده، صفت قدرت رو در وجود خدا بوده، علم داشته، اراده داشته، حیات داشته، قدرتش هم عین ذاتش لا تعد و لا تحصاس، ببخشید، عین ذاتش قدیمه. برای قدرت خدا هم حد و حصری نیست. من و شما قدرتمون یه حد و مرزی داره. اولی که از مادر متولد شدیم هیچ قدرت نداشتیم، تا اومدیم تو این دنیا و یواش یواش رشد کردیم و اومدیم بزرگ شدیم، نهایتاً تا مرز 35-6 سال بیشتر آدم قدرت پیدا میکنه، نهایت قدرتش تا مرز 40 سالگیه. بعد و من نعمرهن نکس و فلخار، یواش یواش افرادی که وزنهای سنگین بلند میکنن مثلا تا مرز 500 کیلو. این در چه زمانیه؟ آیا از اول طفولیتش این قدرت رو داشته؟ مطمئنن نه. تا آخر عمرش چه؟ همین آقایی که 500 کیلو یا 300 کیلو 400 کیلو وزنه رو بلند میکنه، این در یه زمان محدوده، نهایتاً 2-3 سال از عمرش، بعد یواش یواش قدرتش از دست میده. رو به افول داره. بله بله. همین آقا یه وقتی باید
با عصا راه بره، دیگه قدرت نداره خودشو نگه داره. قدرت خدا، علم خدا، اراده خدا، حیات خدا عین ذات خداست. مطلب سوم، خدا رو در مقام افعال خدا بشناسیم. یه کار خدا میکند زیبنده خودشه، بحث احیا و اماته، خلق میکند و میمیراند، این کار کار خداست اولا. یا بحث خلاقیتش، بحث رزاقیت خدا، این همه موجود رو داره خدا رزق میده. الله اکبر به قدرت خدا. گاهی این فیلم های مستندی که پخش میکنن مخصوصا در عمق دریا رو نشون میدن، چه جانوران عجیب و غریبی در اندازه های مختلف، شکل های مختلف. الله اکبر، الله اکبر از قدرت خدا. کی اینو نقاشی کرده این قضیه؟ اونم در عمق مثلا 120 متری زیر آب. چه فشاری این آب اون زیر داره و این ماهی قدرت این تحمل داره، این فشار رو الله اکبر میمونه واقعا. کی این ماهی رو در کف دریا داره غذا میده؟ و نمونه های مختلف هست از کارای خدا. ما خدا رو در مقام افعال بشناسیم. حالا که خدا رو در مقام ذات، مقام صفات و مقام افعال شناختیم، عقل به ما حکم کند باید مطیع این خدا باشیم، خدا رو در مقام اطاعت بشناسیم، بنده این خدا باشیم ولا غیر. لذا میگیم که لا اله الا الله. الهی تو عالم نیست، خدایی نیست جز الله. حالا میخوایم اطاعت این خدا رو بکنیم. اطاعت این خدا در عرض کنم که قالب نماز، روزه است، حج، اینا عبادت ها و بندگی. پس در پنج مقام، مقام اول مقام ذات، مقام دوم مقام صفات، مقام سوم مقام افعال، مقام چهارم مقام اطاعت، و پنجم مقام عبادت. که بعضی از بزرگان مقام اطاعت و عبادت رو با هم مخلوط میکنن. ما در این پنج مقام باید خدا رو بشناسیم. این مال بحثه امشب. چقدر وقت ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. حتی این بحث رو هم میتونیم اگر تکمیل نمیشه امشب به شب آینده نه بکنیم. اگر بخوایم در باب توحید و امر خداشناسی خیلی مفصل حرف بزنیم که یکی دو جلسه کفایت نمی کنه ظاهرا. خیر، ما چون میخوایم همه این احادیث احب الاعمال و ابغض الاعمال رو عرض کنیم، مجبوریم که خیلی فشرده و تیترار خدمت بینندگان محترم مطالبی رو عرض کنیم. طبق روال هر شب، اگر امشب رو هم با ذکر مصیبتی از اهل بیت عصمت و طهارت به پایان برسونیم، حتی اگر شما مایل باشید که ما به فیض اکبر برسیم و استفاده بکنیم. این بحث هم که بحث احب الاعمال، ابغض الاعمال، شرک به خدا هستش، ان الشرک لظلم عظیم، رو هم انشاءالله میتونیم فردا تکمیلش بکنیم اگر انشاءالله اشکال نداشته باشه. در خدمتون هستیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، آفرینش ز ازل سر به گریبان تو بود، چرخ گردون چو یکی گوی به دامان تو بود، آقا خاک پای تو گل آدم و حوا گردید، یا حسین خضر از خانه به دوشان بیابان تو بود، رفت فرزند فدای تو کند ابراهیم، نوح را در دل دریا غم طوفان تو بود، موسی آن دم که عصا بر دل دریا می زد، یکی از سوختگان لب عطشان تو بود،
آقا عضو عضو بدنت را چو نبی میبوسید، نگهش یک سر بر زخم فراوان تو بود. روزی که قنداقه حضرت سید الشهدا را دست پیغمبر اکرم دادن، امیرالمؤمنین دیدن پیغمبر از سر تا پای حسین رو بوسه باران کرد، سر رو بوسیدن، پیشانی رو بوسیدن، چشمها رو، گونه ها رو، بینی، لب، چانه، گردن، جلوی حسین، سینه حسین تا پای حسین. امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن یا رسول الله چرا چنین میکنید؟ پیغمبر فرمود اقبل و موضع السیوف، جای شمشیرها رو دارم میبوسم، یعنی همه بدن حسین من مجروح میشه. به امام صادق راوی گفت چقدر زخم به بدن جدتون ابی عبدالله بود؟ حضرت فرمود 1950 زخم بر بدن ابا عبدالله. یا علامه مجلسی و دیگران عدد رو بالاتر گفتن. راوی گفت چگونه ممکنه یه بدن و این همه زخم؟ حضرت فرمود تیر جای تیر، شمشیر جای شمشیر، نیزه جای نیزه. یه جمله دیگه به ثواب همه گذشتگان عرض می کنم. راوی به امام صادق گفت آقا یه سری زخمای هلالی شکل رو بدن جدت ابی عبدالله بود، اینا مال چیه؟ حضرت فرمود اینها جای سمهای اسب است بر بدن جدم ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیکم یا آل بیت رسول الله. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حسن تو جان خیلی ممنون و متشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، قبول باشه از همه شما این توسلات. انشالله تا فردا شب که مجددا خدمت شما برسیم با قسمت دیگه از برنامه سرزمین عشق، شما همه خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.